با عرض سلام و احترامات، انجینیر احمد نوید رستمی هستم. خواستم که یک اسیلوسکوپ که از ساختهای خود ماست برتان معرفی کنیم. یک اسیلوسکوپ یک پورتیبل اسیلوسکوپ قابل حمل است و این قسمه که ما قبلا هم بر شما زیاد توضیحات دادیم، یعنی کم و بیش همه تان آشنایی دارین با اسیلوسکوپ چی است. خب بازم مختصرا یک معلومات بدیم. اسیلوسکوپ یک آله است که تغییرات ولتاژ نظر و زمان بر ما و شما نشان میده و اندازه گیری میکنه و ثبت میکنه و ما شما میبینیم که نظر به گذشت زمان ولتاژ چگونه تغییر می کنه. فرض مثال، اگر ما شما برق AC را اگر ببینیم، یعنی AC alternating current، یعنی جریانه که همیشه جهتش تغییر میکنه، این چرا طور است؟ به خاطر اینکه ولتاژ هم تغییر میکنه. یعنی اگر ما گراف از این ترسیم کنیم برای محور زمان، ما همچون یک گراف به دست میاریم که گراف ساین است. از این خاطر مایره ساین ویف و یا ساینوسویدال میگیم. یعنی نظر به گذشت زمان همیشه در حال تغییر است و این تغییرات از این پریدیک است. پریدیک به این معنا که یعنی یکسان است، تمام همی سایکل هایش مثبت و منفی، مثبت و منفی که میشه کلش اینا یکسان است و یک پیرید مکملش 20 میلی سکند است. چون اگر، یعنی اگر فرکانسی 5 هرتز باشه، پس یعنی ما نمیتونیم این تغییرات ولتاژ توسط یک ولتمتر عادی، ملتیمیتر یا ولتمتر اندازه گیری کنیم. ملتیمیتر و یا ولتمتر بر ما و شما ولتاژ لحظه ای را نشان میده، یعنی در مور لحظه که اندازه گیری میکنه ولتاژ چقدر بوده اموره با ما نشان میده. اما نظر به گذشت زمان، ای سابقه و ای که قبلا چه قسم بوده او رو بر ما شما نشان نمیده. فرض کنیم که اگر مال ما ولتاژ اندازه گیری کنم که مثلا 10 ولت است، خب یک ثانیه پیش چند ولت بود؟ نه نمیفهم، نه غیر از اینکه من یک سیستم از حافظه داشته باشم که همی اسیلوسکوپ داره. خب ای اسیلوسکوپ ای انپوتش است، ای یک چینل است و انپوتش ای لاینا است که دست سرکیت مورد نظر استفاده میشه. یعنی هر سرکیتی که شما بخواین ولتاژ اندازه گیری کنین در اون سرکیت که وصل میکنین و اسیلوسکوپ شروع میکنه به اندازه گیری و ای طرف که شما میبینین یک پورت اوتپوت USB است. خب اینپوت هست هم اوتپوت هم هست، بخاطر که از اینجا هم ای با موبایل وصل میشه و اپلیکیشن موبایل داره. موبایل های در هر نوع موبایل میشه که استفاده کرد و در اپلیکیشنش دید که ولتاژ چگونه است. و این طرف یک سویچ داره و این سویچ بخاطر یک سویچ هست که بر ما انتخاب میکنه که ما لو ولتیج اندازه گیری میکنیم یا های ولتیج. یعنی H و L به میمانا هست، یعنی L یو لو ولتیج، H و های ولتیج. یعنی لو ولتیج به میمانا که مثلا 10 ولت 12 ولت ولتاژ یک بیتری را میخواین و توسط از اندازه گیری کنین. های ولتیج به میمانا که شما برق شهری را میخواین اندازه گیری کنین، 220 ولت 230 ولت یا هر چقدر باشه. پس به خاطر اندازه‌گیری های ولتیج ما سویچ ای طرف میکنیم، به اندازه‌گیری ولتیج ما سویچ ای طرف تغییرش میدیم به این شکل. ما پس ای را در های ولتیج مندازم به این شکل. خب میریم طرف اپلیکیشن، میبینیم که ای را ما وصل میکنم با موبایل. میریم طرف اپلیکیشن میبینیم که چگونه اسیلوسکوپ کار میکنم. به خاطر از اون ما اینجا کیبل USB استفاده میکنم. می کیبل USB است، می کیبل USB است، این طرف USB و این طرف مایکرو USB است. می ده اسیلوسکوپ و این شکل با
اسیلوسکوپ وصل میشه و این طرف دیگهش میشه که این طرف دیگهش هم شما یک نوع کیبل را بگیرن که این طرف شما مایکرو اس بی باشه در موبایل وصل شده و یا همچنان مثل ما میتونین که از این مبدل یوز بی و مایکرو اس بی و یا یوز بی تایپ سی بگیرن. موبایل ما تایپ سی جک تایپ سی داره، از خاطر ما تایپ سی را استفاده میکنیم و این شکل ایده موبایل وصل میشه. خب قبل از اینکه ما بریم به طرف اپلیکیشن، ما یک چیز دیگر هم میخواییم برتون معرفی کنم. مثل تپ ما که چی تپ میزه تپ داره اینجا، ما یک لاین اینجا میارم، ای لاین و طرف دیگهش در برق شهری وصل میکنم. این طرف دیگهش فقط یک پلک است و این پلک ما در برق در ساکت وصل میکنم در برق شهری و این طرفش برق شهری میکنم. به خاطر از اینکه قناعت شما حاصل شده که برق اینجا دی سیم برق است، من اینجا یک چراغ حرارتی دارم. این چراغ 60 وات 220 ولت است. من یک فواصل میکنم در برق ببینیم که روشن میشه یا نه. اینجا من درسته من ولتاژ هم اندازه گیری میکنم. مالتی‌میتر دارم، اندازه‌گیری برق سی ما ایره سویچ میکنم. ببینیم که چند ولت است. یک صدا 196 ولتی است. 193. خب حالا اسیلوسکوپ روشن شد، من اینو بعد موبایل وصل کردیم. اینجا چراغش هم روشن شده و داخلش هم چراغ‌های لید داخلش هم هست. شما دیده میتونید که اسیلوسکوپ فعال شده و ما این را وصل میکنم در برق شبکه و میریم طرف اپلیکیشن. به این شکل ببینیم که اسیلوسکوپ چی بر ما شما نشان میده. ببینیم که اسیلوسکوپ اندازه‌گیری را شروع کرده و ما گراف ساین و گراف برق شبکه را میتونم ببینم. اما قبل از اینکه ما درباره از صفحه اسیلوسکوپ برتون معلومات بدم، ما میرم در ما یک در ما بغیر از این اسیلوسکوپ سه حالت داره، یعنی بغیر از صفحه که گراف را ما شما نشان میدم، صفحه بعدیش صفحه است که به خاطر تحلیل و ارزیابی ماشین موتر است و سیومیش گس ولتمتر است. اما فعلا ولتمتر به خاطر اندازه‌گیری ولتاژ بالا یا های ولتیج، چون ما در حالت های ولتیج وصل کردیم این مرتر بخشین اسیلوسکوپ، از اون خاطر ما میرم در های ولتیج اینجا انتخاب میکنم X1, X10 و HV است. این X1 ای X10 شد ای HV. ببینین HV یعنی های ولتیج است. ما در حالت های ولتیج که قرار دادیم امو 192 یا 193 ولت که ما قبلا ما دیدیم در ولت متر بر ما شما نشان دادم. اینجا این امو چیز است و این RMS است. اینجا بر در این طرف بر ما شما ولتیج مینیمم، مکسیمم و RMS بر ما شما نشان دادم. همچنان در صفحه کلان هم میتونم انتخاب کنیم، یعنی مکسش است 272 ولت، یعنی مو پیک ولتیج ساین است و منش که است منفی 271 است. منفیش اینجا ترسیم نکنه ولیکن منفی است. ما در ولتاژ ایسی همیشه آرمس کار داریم، چرا که آرمس یا ولتاژ مؤثر امو آرمس است و مکس کار نداریم. تمام محاسبات ما در برق ایسی
دائره مثل ما بعد نظر میگیریم، ولتاژ مکس در نظر نمیگیریم. پس بر اوایی دیگه خصوصیات داره، به خاطر از اینکه ویدیو طولانی نشه ما یه اسیلوسکوپ نمیتونیم در کل جزئیاتش بریم، مورا باز در ویدیوهای بعدی به تشریح میگیریم. خب فعلا خلاصه یک در پایینش که یک لاغر است، یعنی شما میتونید که با استفاده از این ثبت کنین، یعنی فرض کنین که هر یک ثانیه، هر یک دقیقه یا هر یک ساعت ولتیج بر ما شما ثبت کنه. برای به خاطر از این که مثلا مثال یک بطری است، شما میخواین که چقدر وقتی چارج میشه یا چقدر وقت دیسچارج میشه، میخواین که ثبت کنه برای هر یک دقیقه یا هر یک ثانیه ولتیج یک ثبت کنه که چقدر است، برای میتونین که با خروجی بگیرین ازش تا کامپیوتر ده ورق چاپ کنین یا غیره، ببینین که گراف چه رقم بوده. یعنی یه اسیلوسکوپ نیست، ولتمتر است، اما ولتمتر با حافظه است. میتونیم که توسط از این تغییرات ولتاژ هم ثبت کنین، یعنی بغیر از این خودتان ثبت کنین، این خودش اتومات هم ثبت میکنه. پس بعد میگردم ما در صفحه اسیلوسکوپ. خب امی گراف که است، شما ببینین گراف برقی است که ما اندازه گیری میکنیم و ایره برای ما شما گفته که دمو ولتمتر هم فریکونسیش 50 هرتز است، یعنی 50 اشاریه. شما این پوینتر هم نمیفهم که میبینین یا نه در ریکارد میه یا نه. خب مقصد در اینجا که من امی دایره که بسیار چوچه که حرکت میکنه در سر فریکونسی، امی پوینتر هم است که میخواییم چیره بر شما نشان بدم. خب این صفحه اسیلوسکوپ است و به خاطر از این که من خب قسمی که براتون گفتم سیگنال پیریودیک است، یعنی تکراری است، قبل و بعدن کلش یک چیز است، از خاطر ما فقط یک دوره مکمل شد، یک پیریود و یا یک دوره مکمل شد سرش متمرکز میشیم. یک دوره مکمل یعنی که از صفر شروع میکنه میره طرف مثبت، باز پس طرف صفر میه، باز صفر میه طرف منفی و پس دوباره صفر میه، یعنی می یک دوره مکمل. ما یک دوره مکمل شد از ما بعد تصویر میگیرم، میگم که امیر بر ما یک شفافیت بکنه. ببینید اسیلوسکوپ برای من یک دور مکملش از 0 تا 0، از یعنی 0 تا 360 درجه رو برای من اینجا داخل چوکات گرفته و آرمسش هم برای من نشان داده، یعنی این خطی که شما در بالا می‌بینید، خط سرخ، این پیک بالایش پیک است، از اون پایین آرمس است و پایین پایینش پیک منفی است. و اگر یک فشار دیگه هم دکمه رو بتون طرف دمی زیر اچ وی که یک دکمه است، آله ما ای ساید پنل هم هاید میکنم، ای رنج گراف که در پایین است ای را هم پت میکنم و ساید پنل هم پت میکنم تا صفحه کاملا در اختیار ما باشه. بینید ای حال امی یک دور مکمل شد بر من دقیق واضح نشان داده که به چی شکل است و چی رقم است. من میتونم که با دو کلک هم قسمه که شما در موبایل، چون هم صفحه موبایل است، میتونم عکس زوم این زوم اوت میکنم، میتونم که از یام زوم این کنین که دو کلک مسرش فشار بتونم بینید به این شکل. میتونم که در دو محور میره خود کلان بکنم، یعنی هرچی که بدل ما بود دموش صورت من میتونم که اینجا صد بکنم و مطالعه بکنم بیرم که بچی شکل است. میتونم که بینده ایش زوم کنم، فرض که امیده می پیکش من یک کمک یک خرابی را میبینم، در میجا در قسمت من زوم میکنم ببینم که اینجا گرافه از این ولتاژ به چه شکل است. یک وقت بسیار اگر زوم کرده باشم و سیگنال مکمل و میخواییم که مکمل سیگنال رو به تصویر بکشم، فقط یه علامه چشم کس میره میزنم و یه تیره که میزنم، ببینید از طرف از لحاظ گراف عمودی یا محور ولتاژ گراف داخل تصویر شد، داخل صفحه بدنازه صفحه موبایل. و طرف چپ ما پس دوباره میرم اینجا 400 میکرو سکند، اینجا که است 400 یو اس که نشته است، ایره سرش کلک میکنم و میرم مثلا 2 میلی سکند، پس دوباره سیگنال به تصویر آمد. و در پالی از این طرف ما یک ستون دیگه ترسیم شده که همی اینجا ایره رنگ آبی را که به خود داره به این شکل. ای بر ما شما نویز نشان میده، اینمی خطوط که ببینین اینمی نویز است یا تداخل فرکانسی است که تا چی اندازه دمی سیگنال دمی ولتاژ نویز وجود داره. این برای ما شما نویز نشان میده و نویز در پیک بسیار زیاد است. هر قدر که ما از آرامس به طرف پیک میریم نویز زیاد شده میره. خب دوستا ما ایره حالی از برق شهری خطا میتونم ببینیم که یک انورتر هم اینجا پیش من است، میبینیم که خروجی برق از او چی رقم است، آیا با برق شهری شباهت داره یا نه. خب
خب اینجا یه نورتر پیشمست، شاید اگر شما استفاده نکده باشین حداقل دیدین یا معلومات دارین از این درباره از این ورترا، ساده ترین نام این ورتره که شما در بازار میتونین پیدا کنین همی است. اینها یک ساده ترین و یا ارزان ترین و آسان ترین راه حل برای تبدیل ولتاژ دی سی، لو ولتاژ دی سی و های ولتاژ ای سی، سوال ترین رای حل همی هست. یعنی اینپوت که جمعیدین مشته است، اینپوت دی سی 12 ولت و اوتپوت ولتیج ای سی 20 ولت. خب ما ایره به ای یک کمه که ما از بیتری هم دارم، ما از بیتری را برق میتیم، روشن میکنیم و میدیم خروجیش در آسیلوسکوپ سعی میکنیم خروجیش چیگونه است. خب آمده به صفحه اسیلوسکوپ، شما شکل امواج رو میدیدیم که با چی شکل است. کاملا واضح است که امواج مربعی است، ساین ویف نیست، یعنی اسکویر ویف است. اسکویر ویف یک کمه که عالی استاد نمیشه که ما درست ببینیمش، به خاطر استاد که نزی ما تریگر از آتو به نارمال تغییر میتونم و خط تریگر کمی بالا میبرم. حال دیگه یه استاد است و پروبام با های ولتیج میگیرم به این شکل. ما پس بازم یک چونی هم پریودیک است، ما یک دور مکملش را به تصویر به تمرکز می سازیم. ببینید به این شکل اینه. حال شما بازه این ببینید که چگونه سکویر ویو است. این ورترا همش همی شکل است و همی امواج سکویر ویو بسیار آی بی یو زیاد دارن و چند تا اشی است که اول خو اینها به وسایل الکترونیکی بسیار مضر هستند و دومی که اینا ضایعات انرژی را زیاد ضایع میکنن و از طرف دیگه باعث سر صدا و نویز میشن، نویز و تداخل و مزاحمت و غیره وسایل الکترونیکی هم میشن. و دلیل از این است که دلیل همی دفعتن که خاموش میشه و روشن میشه، خاموش روشن خاموش روشن، همی خودش باعث همی مشکلات میشه. دیگه ما زیاد نیاز نیست که دیتاو زیاد بتم، کاملا کل چیز واضح است. این هم یک ویدیوی بسیار مختصر از معرفی آسیلوسکوپ بود. انشاءالله ویدیوهای بعدی اگر شما علاقه من بودین میگیریم از تمام جزئیات از این و مشاره هم جزئیات رو توضیح میتیم. بر فعلا خدا کنه که ویدیو مورد علاقه شما قرار بگرفته باشه. تشکر از دیدنتون و ویدیوی مکمل شما میتونین که با کیفیت بالا در چینل یوتیوب ما مشاهده بکنید.